از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. با گرمترین و صمیمانه‌ترین درودها حضور همه شما بینندگان ارجمند، شما عزیزانی که برنامه با بزرگان موسیقی و همینطور نگاهی به شعر موسیقی رو از شبکه جهانی پارس مشاهده می‌فرمایید، هر کجای این جهان که هستید بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. همیانان ارجمند، در این برنامه همطور که چندین بار خدمت شما من درس کردم، بیشترین نگاه ما معطوف می شود به چهره هایی که تأثیر گذار بودن، چه در زمینه موسیقی و چه ترانه هایی که سرودن. خب بسیاری از این شخصیت ها همیانان ارجمند که در اوج بودن، وقتی این حوادث در مملکت ما رخ داد که کم و بیش در موردش صحبت کردیم، به خصوص اونهایی که در زمینه موسیقی واقعا نام‌آور بودند و فعالیت میکردن، یک مرتبه جلوی کار اینا گرفته شد. یعنی نظام مذهبی گفت موسیقی حرامه و بیشترین حملات در واقع به شخصیت‌های تأثیرگذار این هنر شد و کماکان هم ادامه داره و امروز هم شما شاهدید با توجه به هزاران مشکلی که حکومت مذهبی پیش روی داره، ولی بیشترین عرض کنم شلاق‌ها اهالی موسیقی میخورن. حتی اونهایی که در واقع خواستن در خدمت حکومت باشن و فرمایشی کار میکردن، بعضا جلوی بعضی از اونها هم گرفته میشود. حالا هنرمندان مستقل که جای خود دارن، به طور کلی اونا ممنوع کار بودن. خب وظیفه یک آدمی که به هر حال در رسانه هست، چه اونی که در مطبوعات قلم میزنه، اونی که در رادیو صحبت میکنه، برنامه درست میکنه، و عزیزانی که در این زمینه در تلویزیون فعالیت میکنن، باید این سیاستی رو که نظام پیشه کرده، مخصوصا نمیخواد که نسل جوان با هنرمندان گذشته بیشتر و بیشتر آشنا بشه، چون میخواد به طور کلی گذشته از ذهن اینا پاک بشه، ما در واقع وظیفه‌مون مضاعفه. ما باید بیشتر به این شخصیت‌ها بپردازیم، به این نام‌آوران. در این برنامه ما از کلنل وزیری شروع کردیم، بعد یک مختصری اشاره کردیم به تحولاتی که مرحوم خالقی ایجاد کرد در زمینه موسیقی و همینطور فعالیت‌های وزیری همیهنان ارجمند، که خب خیلی از بزرگان ما، از نویسندگان ما، اونایی که دلبسته این هنر بودن به این مسئله پرداختن. ولی برای اینکه از ذهنها دور نشه، ما هم باید گاهی به قول مشهور تک مضرابهایی در این زمینه بزنیم. امروز راجع به یه شخصیت تأثیرگذار صحبت میکنیم، واقعا کاروانسالار موسیقی ما. القاب بیشماری هنرشناسان به او دادن. این شخصیت همیهنان ارجمند که از کودکی در واقع در مکتب دایی بزرگوار خودش در مکتب حسین یاحقی تعلیم ویولون را آغاز کرد، استعداد فوق‌العاده‌ای داشت.
واقعا یه چهره‌ای بود که در همون سنین خیلی کم اساتید برای او آینده روشنی رو پیش بینی می‌کردن. بهتره که ما از زبان خود او بشنویم، چون می‌دونید که اینایی که در ایران بودن، هنرمندانی که به هر حال حتی ممنوع المصاحبه بودن، یک خط قرمزی ملاها همیشه ترسیم کرده بودن. مثلا در مورد بانوان ما، هنرمندی ما باش صحبت میکردیم در همین نظام جمهوری اسلامی، نام بانوان خواننده رو نمیتونستن بیارن، اشاره میکردن مثلا یکی از خواننده های مشهور آن زمان. امروز نگاهی میکنیم به کارنامه پرویز یاحقی، نگاهی البته خیلی گذراست، برای اینکه اون موقع امکانات به گونه ای نبود که بشه تصویری باشه گفتگو با این شخصیت، خیلی کم ظاهر میشد جلوی دوربین، اما در رادیو خب دامنه این کار گسترده بود. بندم خودم که در رادیو بودم چندین گفتگو با استاد پرویز یاحقی برای رادیو انجام دادم. یکی از این گفتگوها خب باید یک بهانه ای من میداشتم که اونها هم بتونن راحت حرف بزنن، که نظام مانع نشه، جلوشونو نگیره. بیشترین بهانه من در 4 اردیبهشت بود، برای اینکه تأسیس رادیو در چنین روزی بود، فعالیت رادیو از 4 اردیبهشت آغاز شده بود. این رو بهانه قرار میدادم با این چهره ها و با این شخصیت های تاثیرگذار صحبت میکردم. یکی از این شخصیت ها پرویز یاحقی است که آثار فراوانی داره. در مورد نوازندگیش که دیگه هیچ کسی شک نداره، نوآوری‌های خاصی داشت، مکتب خاصی، سبک خاصی ایجاد کرد که مشهور به سبک پرویز یاحقی. 4 مضراب‌های دلنشین و معروفی از پرویز یاحقی به یادگار مانده و آهنگ‌های فراموش نشدنی، واقعا آهنگ‌های جاودانه که خوشبختانه بسیاری از اینها در آرشیوهای خصوصی و همینطور فکر کنم تا اون زمانی که منده بودم در آرشیو رادیو وجود داشت. اجازه بدید که همیهنان ارجمند گفتگو رو با هم بشنویم و یاد این هنرمند ارجمند و گرامی رو واقعا باید همواره به تکرار میکنم، همواره یادشو گرامی و محترم بداریم، به دلیل اینکه پرویز یاحقی یکی از تاثیرگذاران بود، یکی از شخصیت هایی بود که ملودی هایی که خلق میکرد واقعا همش از ذوق سرشار خودش مایه گرفته بود. در یکی از کارهای یاحقی شما حتی نمیتوانید کوچکترین شباهتی به یک آهنگ دیگه پیدا کنید، یعنی فکر کنید از موسیقی سرزمینی دیگری یک کمی الهام گرفته باشه و اثری خودش خلق کرده باشه. نه، تمام آثاری که نوشته واقعا از اندیشه خودش بوده، از ذوق سرشار خودش بوده، برای اینکه این شخصیت هم یعنان ارجمند اهل قلم هم بوده. پرویز یاحقی خودش نویسنده بود و یکی از برنامه سازان به نام رادیو بود. برنامه مشهوری داشت اون زمان به نام در گوشه و کنار شهر و یک برنامه دیگری داشت که گفتگو با زندانیان خطرناک انجام میداد. مبتکرش خود پرویز یاحقی بوده و تهیه کنندگان خوب رادیو بوده. پس خصوصیات پرویز یاحقی فراوانه. ما قسمت هنریش رو که موسیقی باشه بیشتر مد نظرمونه. اجازه بدید که گفتگو رو بشنویم. آقای شهرتی خواهش میکنم، میشنویم. من همونطور که میدانید همه ساله روز 4 اردیبهشت ماه که مصادف است با سال روز تأسیس رادیو در ایران، با هنرمندان شاخص سرزمینمون گفتگو میکنیم. امروز به مناسبت 60 سال فعالیت رادیو در ایران اجازه بدید با یک چهره نامدار موسیقی سرزمینمون صحبت کنیم. این استاد ارجمند که شما آثار دلنشین او رو فراوان شنیدید و لذت برده اید، واقعا هر اثری که او خلق کرده از اون قدیمی ها اگر بخوایم بگیریم امروز برای همه شما خاطر است و من خوشحالم بگم که چقدر جوانها به این آثار علاقه نشان میدن و چقدر مشتاق شنیدن هستند. این هنرمند ارجمند استاد گرامی کسی نیست جز آقای پرویز یاحقی. آقای پرویز یاحقی نازنین، من سال روز تأسیس رادیو رو خدمت شما تبریک و تهنیت میگم. خیلی متشکرم. ما هم با اینکه در روز تأسیس رادیو من شاید اگر هم به دنیا بودم بسیار کودک بودم،
ولی به هر حال یکی از اقدامات بسیار مهم بود برای مملکت ما و همیشه این روز رو من به خاطر دارم و امیدوارم که هموطنانمون هم به خاطر داشته باشن و سال روز تأسیس رادیو در کشور ما بر همه مبارک و میمون باد. امیدواریم که همه هنرمندان ارجمندمون سلامت باشن، به خصوص استاد پرویز یحیی نازنین ما همیشه سلامت باشه. ما از وجود نازنینش، از هنرش، از این پنجه های شیرین استادانش واقعا لذت ببریم و استفاده کنیم. آقای پرویز یحیی عزیز، خب من میدانم که شما بسیار کوچک بودید، از 6 سالگی کار نوازندگی رو آغاز کردید پیش دایی ارجمند خودتون زنده یاد از کنم که استاد حسین یحیی. میدونم برگشت به اون روزها شاید یک کمی برای خود شما دشوار باشه، واقعا دقیقاً 6 سالتون بود که پیش استاد حسین یحیی آموختن ویولون رو آغاز کردید؟ بله، عرض کنم که به دلیل کوچکی قد و به هر حال اندام از نظر فیزیکی به خاطر دارم که استاد من اصرار داشتن که با ویولون به اصطلاح محمودی و بزرگ من کارم رو ادامه بدم و خود این عمل باعث شد که من بیمار بشم و استخوان‌های دست و گلو و یا استخوان ترقوه معروف و این کشیده بشه و حتی عکسی دارم از سن 7 سالگیم که در لباس دبستانه. اگر این عکس رو نگاه بکنه انسان کاملا یه برجستگی بسیار شدیدی در گلوی من و زیر گوش و در حنجره من هوی داد و این در اثر فشار به اصطلاح شدیدی بود که به ویولون میوردم و استاد من هم اصرار داشتن که من دستم رو بکشم و حتما با ویولون بزرگ به اصطلاح تمریناتم رو بکنم، که استاد فقید بزرگ مرحوم استاد احمد عبادی چند بار ناظر این صحنه بودن به دایی من میگفتن که این بچه مریض میشه و فشار زیادی بهش میاد، ولی به هر حال به علت عشق وافری که خودم به هنر موسیقی داشتم و علاقه زیادی که استادم داشتن کار رو ادامه دادیم، بیماری ها، مریضی ها و مشقت ها رو طی کردیم و به هر حال رسیدیم به سن بزرگسالی با لطف خداوند. بله، از کنم که آقای یحیی نازنین، ما یادمه که استاد نواب صفا در کتاب خودشون قصه شمع گفتن که وقتی آقای پرویز یحیی در همون سن خیلی کودکی دعوت میشه به بیسیم پهلوی در رادیو قطعه ای رو اجرا میکنه، همه فکر میکنن که استاد حسین یحیی بوده، حتی دوستان استاد حسین یحیی آمده بودن که با ماشین رو جای مهمان ببرن، ولی اونجا متوجه میشن که این نوازنده خردسال پرویز یحیی بوده نه خود استاد حسین یحیی. شما چنین چیزی خودتون هم به خاطرتون میاد؟ البته آقای صفا اشاره در این مورد در کتابشون کردن و خاطرات زیادی با ایشون داریم. بله، خب سبک استادم رو من داشتم تا مدت ها و باید هم میداشتم و بعد بزرگتر که شدم هدایت شدم نزد استاد فقید مرحوم ابوالحسن صبا و در هر حال سبکی که امروزه از من شنوندگان میشنوند تلفیقی است از آموخته های از دو استاد بزرگ ویولون این مملکت، استاد حسین یحیی و استاد ابوالحسن صبا.
بله، این قطعه بود که استاد یاحقی همون موقع نواخته بود. عرض کنم که یک نسخه اون رم برای من فرستاد به نام یاد. فکر کنم این سیدیش موجوده و بی مناسبت نیست. همیهنان ارجمند گرامی، یکی از آهنگهای استاد پرویز یاحقی رو عرض کنم که بشنویم که بانو مرضیه اجرا کرد. خب در گفتگوش عرض کنم که آقای یاحقی اشاره میکنه، ولی عرض کردم آوردن نام بانوان هنرمند گویا ممنوع بوده، فقط اشاره میکنه به یکی از خواننده های معروف و مشهور اون زمان. از نام آوردن امتناع میورزید. لابد این خط قرمزی بود که ملاها موقع ترسیم کرده بودن برای این هنرمندان. به هر حال این رو در یک کنسرتی بانو مرضیه اجرا کرد که رهبری ارکستر با محمد شمس بوده. آقای امیر شهرتی اگر محبت کنید این کار زیبای پرویز یاحقی را با هم ببینیم و بشنویم، خوشحال میشیم. خواهش میکنم. Thank you.
شوی چون مرد بر مرگ تو افتم برهی پش مرده و لرزان این یکی از کارهای ماندگار و جاودانه استاد پرویز یعقی بود با کلام ترانه‌سرا و شاعر فوق‌العاده باذوق آقای بیژن ترقی روان هر دوشون شاد این اجرا شد. البته رهبری این ارکستر رو که ارکستر فیلارمونیک فرانسه بود آقای محمد شمس بر عهده داشتن. آثاری از بزرگان رو بانو مرضی اون موقع اجرا کرد که یکی هم همین خزان بود، زیباترین کاری که بانو مرضی خب سالا بیش در رادیو اجرا کرد بود با ارکستر رادیو، این بار با ارکستر فیلارمونیک در این سن اون اجرا کرد. ولی کار زیباست، جاودانه است، دلنشینه و برای بسیاری از هموطنان ارجمند ما خاطر انگیزه و مخصوصا عرض کردم جوانهایی که علاقه به موسیقی ایرانی دارن به دلشون بسیار می نشینه. با همه ممنوعات هایی که حکومت مولاتاریا ایجاد کرده متاسفانه نتونسته جلوی این هنر سد و مانع بگذاره. میبینید که امروز به هر حال اینترنت هموطنان ارجمند و گرامی دیگه در دسترس همگان هست و خوشبختانه هنرمندان ما که آثاری نوشتند جوانترها هم میبینن هم میشنون به خاطر این تکنولوژی قولاسا که داره پیش میره و ملا هرگز نمیتوانن جلوی اون رو دیگه بگیرن. خب داشتیم از استاد یاحقی و آثار جاودانی رو صحبت میکردیم، حالا خودش توضیح میده. هموطنان ارجمند گرامی برویم دنبالی گفتگو رو پی بگیریم. خواهش میکنم آقای شهرتی. از کنم که واقعا شیوه و سبک شما منحصر به فرد آقای یاحقی، این واقعا از ذوق سرشار خود شما سرچشمه میگیره با اون نوآوری هایی که خودتون داشتید. امروز سبک یاحقی رو همگان میشنوند و میدانند. آقای یاحقی میخوام به ما بفرمید که از کی کار خودتون رو به صورت حرفه‌ای و جدی آغاز کردید؟ از چند سالگی؟ عرض کنم که اشاره‌ای شاید کرده باشید یا بدانید آقای توفیقی که من اصولاً به نویسندگی و روزنامه‌نگاری و خبرنگاری بسیار علاقه‌مند بودم، ولی حرفه موسیقی و کار موسیقی من رو کشید و به طرف خودش برد، ولی من واقعاً نوجوانی رو اصولاً احساس نکردم. وقتی در 16 سالگی به رهبری ارکستر منصوب شدم طبیعی است که برای نوجوان بودم. بله. و رسماً کار خودم رو آغاز کردم. این رو هم ناگفته نگذارم که از مدیران وقت زمان آقای معینیان و مرحوم داوود پیرنیا بنیانگذار برنامه گلها از بزرگترین مشوقین من بودن در کار هنری و ادامه کار هنری. بله، واقعا این رو من در مقدمه برنامه خدمت شنوندگان عزیز گفتم که شما اولا یک نویسنده بسیار بسیار متعوری بودید، یک گزارشگر، یک برنامه ساز آگاه رادیو بودید آقای پرویز یعقی. این همگان میدانند و خب این دامنه موسیقی انقدر وسیعه که بعدها شما دیگه واقعا زمان پیدا نکردید که به اون کار هم ادامه بدید و چه آثاری خلق کردید که امروز آدم وقتی میشنوه با صدای مثلا استاد غلام حسین خان بنان انگار همین امروز این اثر خلق شده، تازه است، با تراوت دلنشین، با توجه به دستگاه‌های اون موقع، ضبط‌های اون موقع که خب امکانات فنی مثل امروز مدرن نبوده. عرض کنم که بله خودتون در این زمینه مطلبی نداری در اون زمینه ضبط‌های اون موقع با اون دستگاه‌های اون موقع قدیم؟ عرض کنم که این نکته رو من باید یادآوری بکنم
که در طول زمانی که من اولین آهنگام رو برای یکی از خوانندگان مطرح زمان ساختم و با استقبال بسیار زیادی مواجه شد، در تکمیل گفته شما این رو باید بگویم که حتی دستگاه‌هایی که ضبط بکنن و پخش بشه مجدد ما نداشتیم. بله، یعنی به طور لایو زنده بله، برنامه همون موقع که به اصطلاح اجرا میشد ضبط میشد. بعدها در اثر مساعی و به هر حال کوشش مسئولین وقت رادیو، عرض کنم که دستگاه‌های جدیدی برای ضبط صدا آوردن که به خاطر دارم دستگاه های آلمانی بود به نام وبکور. بله. و دستگاه های بسیار بزرگی بود که خیلی امکاناتش محدود بود و تقریبا از سالهای 1337 و 38 شمسی این دستگاه ها رو آوردن که خاصیتش جوری بود که به مجردی که ضبط ما تموم می شد مثلا ساعت 8 و ربع شب، یه روب بعد باید این برنامه می رفت و آنتن و از 8:30 شب تا 9 شب پخش می شد و امکانات فنی به هیچ وجه اصلا قابل قیاس با امروزه نبود. کاملا درسته. واقعا خود هنرمندا همون رفتن به بی سیم و بعد اجرا کردن برنامه زنده، اون ماشین استیشنی که بعد میواد بقیه هنرمندا رو می آورد، انقدر خاطرات قشنگی دارن که خود اونها میشه روزها در موردش صحبت کرد. آقای یعقوبی، بله، خود شما هم فراوان خاطره دارید من میدانم. از کم آقای یعقوبی، اولین آهنگی که شما ساختید در چند سالگی بود و کدام یک از هنرمندان اون رو اجرا کردن؟ عرض کنم که والا گفتن این که اولین آهنگ کدام بود کار مشکلیه، ولی بله، ذهن بنده هست چیزی. بله. اولین ملودی که باید بگم من ساختم، بله بله، یک ملودی بود که ما یعنی من و دوست هنرمند و شاعرم آقای بیژن ترقی اسم این رو گذاشتیم در دامن مهتاب. بله بله. شبی بود بر فراز تپه‌ای، عرض کنم که من ویولون می‌زدم، ایشون هم ناظر بودن به این صحنه، آفتاب بسیار زیبایی هم بود و من ملودی زدم که این اسم آقای بیژن ترقی روی این ملودی گذاشتن و تقریبا میتونم بگم که از اولین آهنگای بود که بعدها اجرا شد. ببینید آخه اولین آهنگ برای هر آهنگسازی ممکنه آهنگای دیگری باشه که بعدها نپسنده و اصلا اجرا نکنه. درسته. ولی باز آهنگ دیگری من ساختم که شعر اون باز مال آقای بیژن ترقیه به نام رهرو، که اون رو هم یکی از خوانندگان قدیمی مرد رادیو آقای همایون پور خوندن. بله. با استقبال زیادی مواجه شد و دیگر آهنگی بود که باز از اولین آهنگای من بود، آهنگی بود که به نام شب تارم باز آمد با شعر آقای دکتر رقابی فرید. بله. که به اصطلاح متخلص به حاله بودند. بله. همون هنرمند و شاعر و دانشمندی که عرض کنم مرابه بوس رو ساختند. بله بله. اون رو هم من با مرحوم گلنراقی اجرا کردم. بله. شعر این شب تارم باز آمد رو آقای حاله یا دکتر حیدر رقابی ساختن. این هم باید بگویم که از اولین آهنگای من بود. دوست خواننده هنرمندی داشتیم به نام آقای هوشنگ شوکتی. بله. برادر استاد علی اصغر گرمسیری هستند، هنرمند تئاتر، و این آهنگ رو اون موقع خوندن و با به اصطلاح خیلی استقبال مردم روبرو شد. همطور که خودتون اشاره کردید امکانات فنی بسیار کم بود که یادم این آهنگ رو ما در بی سیم اجرا کردیم، ولی بعدها البته شعر این عوض شد، دادیم به یکی از خوانندگان مطرح استرا بعدها یه خانم خوندن. بله. و اون هم با تعویض شعر در حال پر توجه ادهی قرار گرفت. دل برد از من ماه بر مفروزی، مهر عالم سوزی، مست نازی،
دامانم از فراغ یاری آتشین رفتاری جان گدازی دل برد از من ماه بد مفروضی مهر عالم سوزی مست نازی بی سامانم از فراغ یاری آتشین رفتاری جان گدازی در شام غم زهره زهرای من توی تو در جام غم آتشین صحبای من توی تو در شام غم زهره زهرای من توی تو در جام آتشین صحبای من توی تو هم چو گردم صدا من فشاندی کنارم نماندی هم چو شمعم در آتش نشاندی کنارم نماندی بله اینم کار زیبایی بود بسیار قدیمی که بانو الهی اجرا کرده بود البته این آهنگ رو شعرش رو نواب صفا استاد نواب صفا سروده بود اثری از آقای پرویز یاقی بود از کارهای بسیار قدیمی عرض کنم که راجع به پرویز یاقی همینان ارجمن سخن فراوان هست البته این گفتگو هم خیلی طولانیه اونو گذاشتیم که قسمت قسمت برای اینکه رادیویی بوده برای شما پخش کنیم باید تصاویری همراهش باشه و آهنگ‌های خاطره‌انگیز رو انتخاب کنیم که مقابل عرضه از تلویزیون باشه به هر حال نمیدونم چگونه بود دیگه بعد از انقلاب که میدانید اصلا صحبت کردن با هنرمندا کار بسیار دشواری بود اونم هنرمندانی که ممنوع کار شده بودن پرویز یاقی خانه نشین شده بود فقط در خانه خودش استودیویی داشت کاراشو ضبط میکرد علی رسول بسیاری از اساتید هنرمند ما محروم شدن یعنی وقتی موسیقی حرام اعلام میشه خب طبیعی است که اونها اصلا اجازه کار نمی داشتن بگذاریم که چه بر سرشون آوردن بسیارشون رو به دادگاه انقلاب بردن و از این حرف ها و حدیث ها فراوانی که خود هنرمند ها بهترین گواه هستن که میتونن شهادت بدن چه بر سرشون آوردن واقعا پرویز یاقی استاد حیوالله خان بدیعی اسدالله ملک علی تجویدی اینا همشون منظور شما اینو خرم اینا جزو بهترین ها بودن که خانه نشین کرد و داس انقلاب دروشون کرد. به هر حال همیانان ارجمند گرامی هفته آینده دنبال خواهیم کرد این گفتگو رو. اجازه بدید برنامه امروز رو اگر آقای شهرتی موافق باشید با یک اثر دیگری عرض کنم که به پایان ببریم. اینم بگم که دوستان ارجمند بانو مهستی رو پرویز یاحقی کشف نمود. یعنی کاشف مهستی پرویز یاحقی بود. او رو به رادیو آورد. اولین اثری که بهش داد بعد برای اون گلهای اجرا شد گلهای 420 که فوق‌العاده دلنشین بود بعد میدانید که همکاری خودش رو با اعتبار موسیقی سرزمین ما بانو همیرا
آغاز کرد که بعد البته میدانید که با هم زندگی مشترکی داشتن پرویز یعقی و بانو امیدا. اجازه بدید که این اثر رو بشنویم. کاری از پرویز یعقی است، کلام بیژن ترقی و صدای بانو همیرای گرامی. با پخش همین اثر اجازه میخوام که تشکر و سپاسگزاری کنم از همکارانم، از کارگردان فنی امیر شهرتی و خانم زهره عزیز. تا برنامه دیگری همه شما سروران خودم رو به خداوند ایران زمین میسپارم. پاینده ایران.
بوی تو، شب موی تو، گل بوی تو دارد. گلزار جهان خرمی از روی تو دارد. گردون که سراپای وجودش همه چشم است، پیوسته نظر در خم ابروی تو دارد. نرگس که نظرباز بود در صف گلها، تا چشم تو را دیده نظر سوی تو دارد. Thank you.